نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی سنف هفتم خوش آمدین شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صنف هفته ما با همدیگه هم میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم؟ فصل پنجم عنوان فصل ما و شما چی است؟ مسلس ها و چند ها و درس چندم هستیم؟ درس سوم خب قبلی که بگیم امروز چه درسی را میخوانیم؟ کارخانیگی درس گذشته رو به ما روان کردین و گفتیم که با چی روان میکردین؟ از طریق واتساب درست است؟ از طریق واتساب نمبرش هم بگن خودتان 2 صفر 780 255 40 13 درست است و اگر کدام سوال کدام مشکل یا کدام پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از همین طریق نمرک که به شما خواندم از واتساپ یا یوتیوب یا فیسبوک فرق نمی کنه درست است خب شاگردای عزیز درسی که امروز ما و شما می درس امروز ما و شما یک چی است مجموعه زاویه های داخلی مثلث ما شما اگر یادتان باشد گفتیم مثلث سه رأس دارد و سه زل دارد درست است سه رأس ما با حروف بزرگ انگلیسی A, B, C, D, E فرق نمی کنه هر کدام باشه نامگذاری میکنیم سه است و یک زل با ابتدا و انتهای از دیگه دو سر زل نامگذاری میکنیم با عنوان مثال ما مثلث A, B, C رو داشته باشیم زل A, B میشه دیگه زلش A, C میشه و زل C چی میشه B, C سه است اما اگر رأس نشان بدیم فقط میگیم رأس A و اگر در درس های گذشته یادتان باشد گفتیم که یک مثلث سه تا زاویه دارد درست است زاویه ا، زاویه B زاویه سی اما رأس ها را به عنوان زاویه ما میتونیم در نظر بگیریم البته ایرم گفتیم که زاویه را ما میتونیم سه حرفه یا یک حرفه نشان بتیم به دو طریق میتونیم یک زاویه را نشان بتیم درست است خب گفتیم اگر یک حرفه نشان بدیم فقط باید رأس نشان بتیم. و اگر سه حرفه نشان بدیم نکتهش است یا تا دیگه رأس باید در وسط باشد درست است خب عالی درس امروز ما و شما همی است ار مثلث دلخواهی که تو رسم کنی خودت فرق نمیکنه هر مثلث باشه مثلث قائم زاویه باشه متساوی ساقین باشه متساوی الاضلاع باشه یا مثلث های فرق نمیکنه منفرج زاویه حاد و زاویه سایت فرق نمیکنه هر مثلثی که شما رسم کنی اگر ما و شما بیایم با یک وسیله است به اسم نقاله نقاله رو می‌فهمی سایت دیگه با نقاله ما میتونیم چیکار کنیم زاویه های اون مثلث اندازه بگیریم صحیح اگر ما و شما بیایم یک مثلث دلخواه رسم کنیم شما خودتون در کتابچه رسم کنید یک دونه مثلث دلخوا رسم کنید فرق نمیکنه هر مثلث باشه زاویه های از که نقاله چی میکنی اندازه میگیری و یه هر سه زاویه رو با هم دیگه جمع میکنی و یک عدد میشه همیشه یک عدد ثابت میشه صحیح پس فکرتون باشه ما و شما امروز این میخوانیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث چند درجه میشه باز میرسیم در سر تخته میگم که چند درجه میشه درست است پس میریم سر تخته درس شروع میکنیم درس امروز ما و شما چی است مجموع زاویه های داخلی یک مثلث ما و شما ای است که درس پس من نوشته کنم درس امروز هم. مجموع زاویه های داخلی یک مثلث دلخواه فرق نمیکنه خب شاگرد عزیز ما شما اگر یک مثلث دلخوا بکش فرق نمیکنه مثلث ما و شما متساوی ساقین باشد منفرج زاویه باشد قائم زاویه باشد فرق نمیکنه متساوی الاضلاع متساوی ساقین هر کدام باشه خب بانا مثلا یک مثلث میکشم این مثلثه صحیست؟ این مثلث کشیده نام از مثلث چی است؟ A B و C صحیست؟ گفتیم یک مثلث ما و شما چی دارد؟ سه تا رأس دارد و سه تا زل دارد رأس های از این مثلث چی میشه؟ رأس های از این مثلث میشه رأس A رأس B و رأس C A B C صحیست؟ زل ها چی میشه؟ زل های از این مثلث گفتیم A B سیست اینی دو سر یک زل ما با یک زل که نایم کنیم دو سرش نوشته می کنیم ای بی ای سی سیست و دیگه چی بی سی پس سه تا رأس داریم و سه تا زل داریم زاویه ها زاویه های در مثلث گفتیم سه تا زاویه هم داریم خب آلی گفتیم زاویه ها رو ما میتونیم به دو طریق نشان بدیم یا یک حرفی یا سه حرفی اگر من یک حرفی نشان بدم اول باید ما صرفی نشان بدیم بعد اگر فینیشان بدیم صحیح است صرفی ما انی زاویه را که بخوایم نشان بدیم شاگرد عزیز دقت کنید این زاویه حرفی اگر نشان بدیم ای, ای ما شما رأس میشه میشه بی ای سی اگر یا نوشته میکنیم سی ای بی فقط ای باید در وسط نوشته شود درست است پس زاویه ما شما چی میشه زاویه بی ای سی بی ای سی علامه زاویه را بالش میمانیم این سمبل چی است علامه زاویه پس B C دیگه چی؟ یعنی زاویه ماگه اگه بخوایم دریافت کنیم. باید C در وسط باشد پس میشه A C B یا B C A فرق نمی‌کنه. حالا من A B A C B رو میکنم می A C B. و زاویه سوم ما و شما چی است؟ زاوی زاویه است. اینی زاویه چی هست؟ باید B در وسط نوشته شده پس میشه A B C. پس A B C. صحیح یا به اختصار گفتیم میتونیم چیکار کنیم زاویه بی رو را فقط راستش راستش در وسط هست که فقط میگیم زاویه ای این زاویه را ای ای چی میگیم زاویه بی و این میگیم زاویه ای سی پس میتونیم بهش این نوشته کنیم یعنی زاویه را به جای که بی ای سی نوشته کنیم نوشته میگیم زاویه ای صحیح است یعنی زاویه چی زاویه سی چون در وسط راست است دیگه پس یا راست تنها نوشته می یا صرفیک حرفی نوشته کردیم راست باید در وسط باشد و ای چی میشه زاویه B صحیح بهتر است که ما از یک حرفی استفاده کنیم آسانتر تر میشه حالتا فرق نمی در کتاب ما و شما هم یک حرفی استفاده کنیم و هم سه حرفی ما اردوش رو میفهمیم خب حال درس امروز ما و شما چی است؟ شاگرده عزیز درس امروز ما و شما است که ما اگر بیایم یک مثلث دلخواه فرق نمی هر مثلث باشه امی سه زاویه را میتونیم با نقل اندازه بگیریم و با هم دیگه جمع کنیم اگر ما همین سه زاویه را جمع کنیم زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه سی. گفتیم زاویه اگر سم بتونیم نشان بدیم سیست اگر همین سه زاویه با هم دیگه ما جمع کنیم هر, جدا جدا اندازه بگیرم و با هم دیگه جمع کنم همیشه 100 درصد چند درجه میشه 180 درجه امی عدد امیشه امی سه دیگه سیست هر مثلث که باشه فرق نمیکنه مثلا از خرد بکشی کلان بکشی قایم زاویه بکشی هر مثلث باشه ما اگر سه زاویه از اون اندازه بگیریم و با هم دیگه جمع کنیم چند میشه همیشه 180 درجه میشه است. پس همیشه 100 80 درجه پس یادتان باشد که مجموع زوایای داخلی هر مثلث چند میشه 180 درجه خب شاگرد عزیز حالی رو میخوایم ثبوت کنیم البته در کتاب ما و شما یک طریق ثبوت کرده ولی او ثبوت ما و ثبوت اگر میخوایم ثبوت رسمی رو بسازیم باید فصل بعدی رو بخونیم که خطوط موازی و مورب رو بخونیم که چی هست نظر به او ثبوت کرده میتونیم پس ثبوت از این رو میبینیم در صنف هشتم درست است پس فعلا این رو قبول میکنیم که ما و شما هر مثلث دلخواهی که اگر داشته باشیم هر مثلث دلخواهی داشته باشیم ما زاویه‌ای از او رو به اندازه بگیریم و با هم دیگه جمع کنیم باید چند شود باید 180 درجه و 100 درصد 180 درجه میشه خب حالا رو فهمیدیم اما سوالای امتحان چه رقم از این سا... کار میشه ما تختر پاک میکنم و سوال براتون کار میکنم درست است البته با من همینجا می یک سوال اول کار میکنیم که بفهمیم بعد چی میکنیم بعد سوال امتحان هم کار میکنیم خب به عنوان مثال دقت کنید همین مثلث که ما و شما داریم همین ای ما و شما اگر باشه 90 درجه صحیح نوت درجه و دیگه شان باشه چند باشه ایام باشه زاویه بی ما شما باشه 50 درجه صحیح زاویه سی هم با چند شود باید 40 درجه شود دیگه نه؟ چون جمعش باید چند شوه 180. پس ای ما شما چند است ای ما شما 90 درجه است جمع بی ما شما درجه است جمع سی ما شما چند درجه است 40 درجه خب جمع چند میشه 50 و 40 با هم جمع کو میشه چند درجه 90 درجه صحیح است 90 درجه کرد 90 درجه 180 درجه پس میشه 180 مال نقاله ندارم خود تا نقاله یک مثلث دلخوا بکشین نقاله در خانه تا نست دیگه نه در کتابچه بکشین و زاویه ها اندازه بگیرین و اون نوشته کنین و جمعش باید 180 درجه دقیق باید اندازه بگیری ها خوال تختر پاک میکنم یک تا مثال چی امتحانی کار میکنیم درست است؟ خب شاگردای عزیز یک تا مثال کار میکنیم مثال و ما شما گفته اگر در یک مثلث متساوی ساقین است اگر در یک مثلث متساوی ساقین یکی از زاویه های برابر یکی از زاویه های مساوی یا ها برابر فرق میکنه. یکی از زاویه های دقت کن زاویه های برابر ما و شما رو میفهمیم که در یک مثلث متساوی ساقین چی است هایی که دو تا ساقه دو تا زلش با هم برابر باشد و گفتیم زاویه هایی که دمو روبروی به با, با هم چی است مساوی هستند حالی گفته یک تا از زاویه ها چند درجه باشد اگر در یک مثلث متساوی ساقین یکی از زاویه های مساوی چند درجه است برابر با عنوان مثال افتاد درجه باشد بقیه زاویه ها رو دریافت کنید دو زاویه دیگر رو دریافت کنید دو زاویه دیگر را دریافت کنید سهیست؟ خب شاگرد عزیز این حل میکنیم پس حل ما و ما شما گفته در یک مثلث متساوی ساقین خب ما یک مثلث میکشم مثلث که خب متساوی ساقین میفهمید چه رقم بود دیگه نه مثلث متساوی ساقین گفتیم دو ساقه چی دارد دو ساقه مساوی یعنی دو زلش برابر است یعنی اگر باشد A B و C A B با A C مساوی است پس ما این خطک روش میمانیم معنایش این خطک ها چی است یعنی که زل A C با زل A B مساوی است در کتاب ما شما مفهمی خط مانده باشه میگه این اردو با هم چی است مساوی است خب آله گفته در یک مثلث متساوی ساقین یک از زاویه های مساوی خب ای را ما میفهمیم در درس گذشته گفتیم اگر ما و شما یک مثلث متساوی ساقین داشته باشیم یعنی دو زاویه ای که روبرو به ساق های برابر هستند با هم چی هستند مساوی هستند بی و سی زاویه بی و سی با هم چی میشه برابر میشه خب گفته حال چند درجه باشد 70 درجه با اون مثلث بی ما و شما باشد 70 درجه گفته دیگه زاویه هاش دریافت کو زاویه دیگر دریافت کو خب بی, بی که درجه باشه سی هم چند درجه میشه 70 دیگه چون مثلث چی هست متساویو و ساقه اون پس من نوشتن میکنم بی ما و شما چند درجه است 70 درجه خودش گفته پس در نتیجه نتیجه میگیریم که زاویه سی ما و شما هم چند درجه میشه سی ما و شما هم 70 درجه میشه درست است چرا چون ساق چی است زاوی های روبرو به ساقهای برابر این که در درس گذشته گفتیم مثلث متساوی به زاویه روبرو به ساق‌های برابر با هم چی هست؟ برابر است خب زاویه ای را باید دریافت کنیم ای را چرا هم دریافت کنیم از درس امروز مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند درجه میشه 180 درجه آفرین پس به این شکل نوشته عالی دقت کنید ا جمع وای چوا 180 درجه صحیح؟ خب اره که نداره میره نشون میکنیم خود زاویه ا جمع زاویه بی چند درجه است؟ زاویه بی هم 70 است. خود سوال با ما و شما گفته جمع زاویه سی هم میشه 70 صحیح است؟ با 180 خب 70 جمع 70 چند باشه؟ 140 درجه آفرین. پس زاویه ا جمع 140 درجه میشه چند؟ 180 درجه خب ای باید چند باشه که 140 جمع شه و شه 180 بگین شما آفرین 140 جمع چند میشه جمع 40 میشه نه میشه 180 پس نتیجه میگیریم که ای ما و شما چند درجه است پس من چون جای نیست در اینجا نوشتم میکنم ادامه شره بیایم در اینجا نوشتم میکنم پس ای ما و شما چند درجه میشه 40 درجه سیست چون 40 جمع 140 180 میشه درست است پس A ما و شما چند درجه شد؟ چل درجه پس نوشتن میکنیم A شد چل درجه شاگرده عزیز C و B هم اردوش چند شد؟ افتاد درجه پس سوال امتان به این به ما و شما میته یک بانوان مثال میگه مسلس متساوی ساقین یکی یکی از زاویه های مساوی برابر افتاد درجه باشد دقت کنید زاویه مساوی زاویه مساوی ای اردو دو مساوی یکش افتاد باشه او دیگه هم افتاد است خو چند میشه ایم چیل میشه چرا چیل میشه چون افتاد با افتاد چند میشه 100 چل درجه و مجموع زوای داخلی یک مثلث گفتیم چند است همیشه همیشه 180 درجه است پس دیگه چقدر میمونه چل درجه دیگه میمونه چون 70 70 140 با 40 میشه 180 درجه صحیح است خب شاگرد عزیز ما تخته رو پاک میکنیم یک تا مثال دیگه هم کار میکنیم براتان صحیح است که دقیق بفهمی خب شاگرد عزیز مثال دوم که امروز کار میکنیم چی است پس مثال من نوشته کنم مثال و ما شما گفته که بنام مثال دقت کنید زاویه های داخلی زاوی های دقت کن شاگرد عزیز چرا داخل میگیم چون درس بعد ما و شما زاوی خارجی است ما و شما در یک مثلث زاویه خارجی هم داریم صحیح است وقتی میگیم داخل همین زاویه که معطل یاد داریم همینا رو برای نام میگیم های داخلی صحیح است پس اگر بگه زاویه یا دا زاویه داخلی فرق نمی کنه اگر داخلش نوشته نکنه منظور ما اون زاویه داخلی است اما درس بعد ما و شما زاویه خارجی است که اون را باید 100 درصد بگیم زاویه خارجی صحیح است پس زاویه داخلی یک مثلث دقت کنید قایم زاویه متساوی ساقین را دریافت کنید خب شاگرد عزیز سوال به ما شما چه گفته؟ زاویه های داخلی یک مثلث قایم زاویه متساوی ساقین پس دقت کنید اول مثلث ما شما چی است قایم زاوی است معنای چی است معنای چی است که یک زاویه چند درجه داریم 90 درجه داریم آفرین و دیگه چی گفته متساوی ساقین یعنی دو ساق از دو زل دیگه اش با هم چی است مساوی است خب من این مثلث میکشم پس حل به شکل حل بکنیم یک مثلث قایم زاویه باید زاویه چند درجه باشد 90 درجه باشد درست است یعنی زاویه 90 درجه و متساوی ساقین یعنی دو ساق باید چی باشد برابر باشد پس به با شکل میشه این ای باشد این نقطه B و این نقطه سی باشد گفته این زاوی B، زاوی سی و زاویه ای دریافت کنید خب چاگرد عزیز چون قایم زاویه است پس بی مشخص است بی چند درجه میشه بی 90 درجه میشه صحیح است پس من نوشته میکنم زاوی بی ما شما چند است زاوی بی میشه 90 درجه چون مثلث چی است قایم زاوی است اما دیگه چی گفته گفته مثلث ما شما چی است قایم زاویه متساوی ساقین است یعنی اینی زل ما و اینی چی است؟ مساویست خب گفتیم وقتی در مثلث متساوی ساقین ما داشته باشیم سا... زاوی های روبرو و ساقهای مساوی با هم چی است؟ مساویسته. یعنی زاویه C و زاویه A باید با هم چی باشد؟ مساوی باشه پس نتیجه هم بگیریم که متساوی ساقین است و دیگه چی گفتیم؟ زاویه A مساویست با زاویه C درست است؟ خب شاگرده عزیز مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند درجه است؟ 80 درجه آفرین خب 90 تا ده اینجا مونده پس این 90 است چقدر دیگه میمونه تا 180 90 درجه دیگه میمونه چون 90 جمع 90 180 میشه نه عالی خب این اردام باید مساوی باشه باید همون 90 درجه که مونده رو بین از هر دو به طور مساوی تقسیم کنیم هر کدام چقدر میرسه 90 تقسیم بر دو دیگه 90 تقسیم بر دو کو میشه چند 45 درجه آفرین پس ای و سی که مساوی است. ای جمع بی جمع سی باید چند شوه؟ باید 180 درجه شوه پس در نتیجه چی میشه؟ ای خب بی که 90 است پس ای جمع سی هم باید چند شوه؟ باید 90 شوه صحیح است؟ ای بی 90 است پس بی 90 درجه ای و سی با هم دیگه 90 میشه حالا چون اردوش مساوی است پس در نتیجه هر ار, ار کدام شقه میمون بر هر کدام 45 درجه میشه پس ای ما و شما 45 درجه و سی ما و شما هم چند درجه میشه؟ 45 درجه پس ال میرم پس در یک مثلث متصل ساقین چه قایم زاویه متصل گفته زاویه رو دریافت کو خب زاویه که قایم است که 90 درجه است ورده دیگه چند درجه میشه 45 درجه چرا چون مجموعش باید چند شوه 180 درجه درست است خب شاگرد عزیز ممکن سوال به ما شما به بگه که زاویه های داخل یک مثلث متساوی الاضلاع را دریافت کنید یه در درس های گذشته گفتیم ولی مجموع زوایای داخل متفاوت از گفتیم که مجموع زوایای که 180 است صحیح است حالا هر کدامشی گفته دریافت کنید خب در مثلث متساوی الاضلاع من نشاک شبیه کشم در مثلث متساوی الاضلاع متساوی الاضلاع خب میفهمی یعنی سه تا زل از با هم چی است مساوی است یعنی زل که این زل با این زل مساوی است قبلا گفتیم مثلث های متساوی الاضلاع و گفتیم سه تا زاویه از هم, هم مساوی است سه تا زاویه هم با هم برابر است خب مجموع زوای داخلی چند است 180 به هر چ... هر کدام باید م... مساوی برسد دیگه نه پس تقسیم میکنیم 180 تقسیم بر 3 کو میشه چند درجه 36 18 آفرین. پس میشه 60 درجه صحیح پس این هم میشه 60 درجه و دیگهشم 60 و آخرش هم 60 درجه که شفت جمع شفت جمع شفت درجه چند میشه 180 درجه میشه درست است پس مجموع زوای داخلی مجموع میگم هر کدام از زاویه داخلی مثلث متساوی الاضلاع چند درجه میشه 60 درجه میشه چرا چون مجموعش باید چند شوه 180 درجه درست است خب شاگرد عزیز فهمیدید دیگه درس امروز دو مثالم مثال هم کار کردیم مثال های امتحانی و کارخانه گم از این سوالو داریم باید چی کنه کار کنه درست است خب شاگرد عزیز درس امروز ما شما خلاص شد و خواندیم فهمیدیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث که دلیل باشه فرق نمیکنه بکشید چی میشه و اندازه بگیری و رو با هم جمع کنی میشه چند درجه بگین خودتان 180 درجه آفرین پس ما درس ای رو تیک مارک میکنم پس ما شما خواندیم درست است خب اما کارخانگی کارخانگی تمرین های صفحه چند باید حل کنین؟ 126 باید حل کنین با ما روان کنین از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 درست است؟ اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خواندم. درست است؟ خب شاگرد عزیز درس امروز ما شما خلاص میشه پایان درس سوم از فصل پنجم شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدار